من بعد اون بازی نه چالشم شده، اما تو کلن توی داوری من دچار مشکلاتی شدم، چه علاوه خانوادگی چه علاوه شغلی، چون واقعا داوری باعث شد من بهترین شغل رو توی این جامعه داشتم، یکی از بهترین ها رو. حالا چون بحث اسم نبرم بهتره، تو یک جای بسیار خوبی کار میکردم، به خاطر مسئله که خارج کشور میرفتم داوری رو ترجیح دادم، بعد اداره اومدم بیرون. علاوه زندگی هم خب من به خاطر اینکه همراهی نکردم خودم برم به خارج کشور با اون به اصطلاح با همسرم، منجر به جدایی شد. روز جمعه بازی بود پرسپولیس با سپاهان، بعد از اون که اون اتفاق میفته و آقای قهرمانی اشتباه میکنه، بعد بازی از من تماس گرفتن که آقای دهقان تماس گرفت که شما بازی رو فیلمشو دیدی؟ گفتم من ندیدم. گفت یه نگاه کن نظرتو در مورد صحنه بگو به عنوان حالا یک کارشناس. من دیدم گفتم خب داور اشتباه کرده، اول بازیکن سپاهان خطا میکنه و قطع شد دیگه صحبت ما. اینا با هم صحبت کردن، قبول کردن که اشتباه کردن. آقای قهرمانی قبول کرد که اشتباه فنی کرده، آقای دایی هم گفتش که منم حالا اشتباه کردم، صحبت کردم، قرار شد با هم دیگه آشتی کنن که فردا برنامه 90 متاسفانه اومد، همه این مسائل به من خط شد که عنوان کردن که بنده رفتم اون قضیه رو ماست مالی کنن، در صورتی که خودشون میدونن، خدای خودشون هم میدونه. من تا 6 ماه خبر نداشتم که یک اتفاقی بین این آقایون افتاده بوده. کی برای کی کارت به کارت کرده بود؟ چقدر مبلغش بود؟ والا اون موقع چون مشخص شده و همه چی آشکار شد، ظاهرا مبلغ 2 تا 3 میلیون تومان پول بوده که به یک فردی در مشهد واریخته شده بوده و بین اون فردی که یه فرد بدنسازی که عامل اصلی این اتفاقات بود با اون فردی که در مشهد بوده، اون پول جابجا شده بوده و متاسفانه اون اتفاق افتاد. و بدنساز وقت باشگاه پرسپولیس بود که الان هم داره فعالیت میکنه، حتی خب اشتباهاتش دیگه الان مال اون موقع بوده. من نه دلخوری ندارم. خب ای کاش فقط اون موقع آقای دایی اینو در نظر میگرفتش که من تو قضیه سپاهان پرسپولیس هیچ نقشی نداشتم، هیچ نقشی نداشتم. واقعا هم حالا یه گذرم بزنم به دربی، بنده که اومدم مطرح کردن که من تو بازی استقلال پرسپولیس اشتباه کردم، اگر قرار بود تعمدن اشتباه کنم، شک نکنین اشتباه هم به سود آقای دایی و به سود آقای کاشانی میکردم، چون آقای کاشانی معلم من بوده، بزرگ بنده بوده، آقای دایی هم من باهاش رفاقت نزدیکی داشتم، خوبی داشتم. اگر قرار بود اشتباهی تعمدی کنم به سود آقای دایی میکردم. و نه الان آقای دایی هم نیستن، امیدوارم که زودتر برگردن و جاشون هم خالیه تو فوتبال. من تو نهادی که کار میکردم رئیس دفتر یه فرد خاصی بودم و اون موقع آقای قلنویی مربی استقلال اهواز بود که ایشون قصد داشت به استقلال بیاد و این فردی که من مسئول دفترش بودم به خاطر ارتباطی که از طریق پدرش و اون رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال داشت با آقای قلنویی خیلی رفاقت داشتن و این فرد در امیدای استقلال بازی میکرد و همون فرد خیلی کمک کرد که آقای قلنویی هم اون سال مربی استقلال شد. حسن روشن قبول بود؟ اون موقع قرار بود آقای روشن مربی استقلال بشه که آقای روشن نشد و آقای امین قلنویی مربی استقلال شد. بعد از استقلال اهوازی که آقای قلنویی مربی بود، مربی استقلال تهران شد. ما سال 2003 رفتیم مشهد برای امتحان بین‌المللی. کلاسی در مشهد برگزار شد، امتحان بین‌المللی که من، آقای کامانیپر، آقای سخندان، آقای ترکی، آقای قهرمانی و آقای افشاریان تو اون کلاس بودن. در مشهد بنده لیسانس زبان بودم. زبان بنده از همه اینا بهتر بودم، انگلیسی بنده. خودشون هم میدونستن و میدونن. آمادگی جسمانی من تو ایران در دوره داوری نفر اول یا دوم ایران بودم، تمام ایران میدونن از آمادگی جسمانی. علاوه فنی هم چون تو تهران بودم و خب فوتبال بازی میکردم قبول داشتن. در مشهد امتحانی که ما دادیم نمره من 85 شد، نمره یک فرد دیگه 84 شد. اون فرد رو گذاشتن تو لیست بین‌المللی و به من آقای نظری رئیس کمیته آوران همون موقع گفت آقا شما صحبتی نداشت، اعتراض نکن. بعد شانسی من آقای صفای فرانی استعفا کرده و رفته بود،
آقای دادکان شده بود سرپرست فدراسیون، که ما در تهران حالا یه اعتراض نیمچه کوچیکی کردیم با آقای شهبازی مسئول کمیته اولمپیک، رفتیم پیش آقای خبیری و قرار شد بررسی کنن که آقای نظری گفت آقا شما دخالت نکن، من امسال بهترین بازی رو به شما میدم، سال بعد شما تو لیست میای. و همین اتفاق افتاد که من بعد اون سال بهترین قضا بازی ها رو من رفتم و در بین‌المللی شدم، وارد لیست فیفا که شدم، تو مالزی هم خود آقای فارغ بوزو رئیس کمیته آن وقت بلا فاصله به من در عرض یک هفته دوتا بازی داد و خیلی قبول داشتن. اما متاسفانه بعد از یه تغییر تحولی که شد در کمیته داوران، آقای نظری رفت، قرار بود لیست الیت معرفی بشه، 4 نفر لیست الیت معرفی کردن، آقای نظری، آقای خسروی، نجاتی، سفیری و مرتضی کریمی، که حتی فردی که حقش هم بود آقای نادر جعفری از من ارشدتر بود معترض شد که چرا مرتضی کریمی، در صورتی که آقای سخندان کامپن پلیس بودن ها، از من یه سال سبقتشون بیشتر بود سابقه شون، که آقای نظری گفت آقا این جوون برای من بیشترین بازی ها امسال رفته، بهترین بازی ها رفته و من ایشون تو لیست میذارم، که متاسفانه در مرداد ماه آقای نظری استعفا کرد رفت و یک فرد دیگه رئیس کمیته داوران شد که خیلی هم من خوشش نمی اومد، آقای قیاسی بودن، اما خیلی هم با من خوب نبود و منو از نفر چهارمی به نفر ششم هفتمی انتقال دادن. نه من فقط یه خاطره کوچیکی فقط بگم، من و آقای فقانی و آقای کامانیفر یه سفری برمیگشتیم، قرار بود که بلافاصله 4 روز بعد بریم به یک کشور دیگه، برابر قوانینی که توی فرودگاه امام خمینی بود اگر 1 هفته ما توی ایران میخواستیم بمونیم میتونستیم خروج از کشور پرداخت نکنیم، ترانزیت حساب میشدیم. آقای کامانیفر به آقای فقانی میرن دم در گیت که رد بشن، باید اون پاسپورتشون مهر ترانزیت میخورد، که اون افسری که حالا اون درجه داری که اونجا بوده بهش میگن آقا برای ما یه مهری بزن، و اون آقا میگه که بلیت بعدیتون، اینا میگن تو لپتاپ نداریم، قبول نمیکنه، میگن داوریم، که به اینا برمیگردم میگه آقا داور فقط کریمی. من هم در حال اومدن بودم قدم زنان که بیام سمت گیت، دیدم این دوستان صدا میکنن سریعتر بیا، رفتم اونجا، تا من رسیدم اونجا اون افسر حالا درجه داری که بودش بلند شد با من روبوسی کردن و چای آوردن و چای خورد و پاسپورت منو مهر کرد. بعد این 2 نفرم گفتش که شما 2 نفرم به خاطر آقای کریمی مهر میکنم، یا آقای استقلالی، اون فرد استقلالی بود، گفت به خاطر آقای کریمی مهر میکنم، که آقای کامانیفر خیلی ناراحت بود، میگفت من جام جهانی رفتم، چنین قضاوتی کردم، برای ما هیچ ارزش قائل نیستن، شما یه پرچم دادی اونم اشتباه و ببین چقدر برای شما ارزش قائلن.